اینجا لندن است رادیوی بی بی سی داده تهران از 8 در کابل و 8 نیم در دوشنبه یک روز مانده به پایان سال 1398 درود بر یکایی که شما از چشم اندازه بام دادی در این برنامه خواهیم شنید که ویروس کرونا دیگر با دنیا چه ها کرده در این افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان در ایران همزمان گشت و گذارهای پایان سال در ایران به روال پیشین جریان دارد که یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا است چه باید کرد اگه ما این کارا رو انجام ندیم و مثل همین حالا به سمت شمال و جنوب کشور حرکت بکنیم در واقع به بستگان و فامیلامون که برای بازدید میریم داریم مرگ ساقات میدیم طالبان هم در برابر کرونا کوتاه آمده و گفته که مایل است از خشونت ها تا افغانستان بتواند این دشمن مشترک را دفع کند از روابط تهران و کابل هم خواهیم گفت و اینکه آیا اخیرا دیپلمات های دو کشور متقابلا اخراج شدن یا صرفا جا به جا مطالب بسیاری دیگر هم داریم ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان سرآغاز خبرهای جهان از همکارم محمد سباهی تهیه کننده برد. درود و روز خوش باز هم با کرونا خبرهای این بخش ها شروع می کنیم. در حالی که چین برای نخستین بار از زمان همهگیری بیماری کوید 19 در وهان این کشور گفته که هیچ مورد تازه محلی از این بیماری گزارش نشده، پرتغال هم به جمع کشورهای دارای وضعیت اضطراری پیوسته. امارات متحده عربی هم اعلام کرده که دارندگان ویزای اقامت که در حال حاضر خارج از این کشور هستند، تا دو هفته حق ورود دوباره به امارات را ندارند. در ایران با شروع تعطیلات نوروزی و با وجود هشدارهای پیاپی گزارش شده که در جاده های بین شهری به ویژه از مبدع تهران ترافیک سنگینی برقرار است بنابر اعلام وزارت بهداشت تا دیروز 1135 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کوید 19 در ایران جان باختند و بیش از 17 نفر به آن مبتلا شدند در افغانستان گروه طالبان در اعلامیه درباره بیماری کرونا و وعده داده که برای سازمان های امدادرسان و بهداشتی بنولی زمینه فعالیت در مناطق تحت کنترل این گروه را فراهم خواهد کرد این در حالی است که تاکنون 22 مورد از ابتلا به بیماری کوید 19 در افغانستان گزارش شده دورانی وزیری از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان میگوید با توجه به نگرانی مردم آتشبس به مبارزه با ویروس کرونا کمک میکند دولت جمهوری اسلامی افغانستان تدابیر و اقدامات ویژه را جهت مبارزه با ویروس کووید 19 اتخاذ نموده است که آتش بس هم میتواند زمینه را برای دسترسی به خدمات عامه و همچنان مهار ویروس کووید 19 و تسریع روند صلح فراهم کند. خبرهای جهان را از بی, بی سی فارسی میشنوید. کنگره آمریکا یک طرح 105 میلیارد دلاری کمک به مقابل با ویروس کرونا را تصویب و رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرده این طرح فراجناهی شامل آزمایش رایگان ابتلا به ویروس کرونا برای همه آمریکایی ها حتی کسانی است که اصلا بیمه ندارند کامبیز فتایی از واشنگتن گزارش می‌دهد کنگره آمریکا در مصوبهش بیش از 50 میلیارد دلار وام به صنایع هواپیمایی این کشور اختصاص داده. بودجه بیشتری هم برای کمک‌های غذایی به افراد کم درآمد در نظر گرفته شده. همچنین قرار است دولت در دو نوبت برای مردم پول نقد در قالب چک بفرستد. همه اینها برای جبران پیامدهای اقتصادی بحران کرونا است که تا به حال جان حداقل 140 نفر را در آمریکا گرفته در شرایطی که حالا دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم دیروز اعلام کردند که به ویروس کرونا مبتلا شده و همکنون در قرنطینه به سر میبرند. و خبری نسبتا خوب همین که از مقدار گازهای آلوده کننده و گلخانی در برخی از نقاط جهان به مقدار زیادی کاسته شده کان هم به دلیل گسترش ویروس کرونا است. درود بر همراهان چشمانداز بامدادی بی بی سی از لندن داریش رجبیانم در بامداد پنج شنبه 29 اسفند در واقع یک روز مانده به پایان سال 1398 و فرار رسیدن نوروز حتی در این روزگار کرونا زده باز هم نوروز سراغ ما را خواهد گرفت پیشا پیش برای یکایی که شما نوروز بسیار خوش و سال بسیار خوشتر از امسال را مندم هر جای دنیا که هستید بله ویروس کرونا همچنان در حال جهانگیری است و شمار بیشتر جهانیان را مبتلا می کند. دیروز ایتالیا بیشترین تعداد قربانیان کرونا در یک روز واحد را ثبت کرد 475 تن دیروز در ایتالیا بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان خود را از دست دادند و آمار کلی جان باختگان در این کشور به حدود 3000 تن رسیده. ظاهرا برخی از مردم ایتالیا به محدودیت های شدید در رفت آمد که یک هفته پیش اعمال شده بود توجه چندانی ندارند با وجود اینکه نقض آن مقررات پرداخت جریمه هنگفت یا سه ماه زندان در پی دارد صدر اعظم آلمان هم در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش خواست که به محدودیت ها در آمده شد تن بدهند تا بزرگترین چالشی که آلمان پس از جنگ جهانی دوم با آن روبروست برطرف شود. قرار است در پرتغال هم وضعیت فوقالعاده اعلام شود اینجا در بریتانیا از پایان هفته به بعد بیشتر مدارس بسته خواهد شد کرونا رفت و آمد آزاد میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مختل کرده کوتاه سخن خبرهای کرونایی از سراسر جهان فوران میکند فشردهاش را از همکارم سام فرزانه از واشنگتن میشنویم کنار دریا تعطیلی و آزادی رو به پایان است جوانانی که از ماها پیش برای تعطیلی بهاره دانشگاه ها برنامه ریزی کرده بودند حالا در ایالت فلوریدا با قوانین جدیدی روبرو شدند که خوشگذرانی را محدود می کند. Like really کاملا برنامه سفرم رو به هم ریخت اینجا به جا ساحل و میکده رفتن که کاری نمیشه کرد اینها رو هم دارم میبندن رفته رو اعصابم به نظرم بیشتر از اونی که باید واکنش نشون دادن به نظرم زیاده روی کردن دولت آمریکا با تشویق مردم به خانه نشینی میخواهد جلوی گسترش بیشتر بیماری حاصل از ویروس کرونا را بگیرد فعلا در بسیاری نقاط اجباری در کار نیست اما در بعضی از بخش‌های کشور کار از دست در رفته است دولت آمریکا با ارسال یک کشتی که امکانات بیمارستانی دارد میخواهد به داد شهر نیویورک برسد که جمعیت زیادش امکان انتقال ویروس را چند برابر می کند. وزارت دفاع آمریکا هم امکانات بیمارستانیش از جمله دستگاه های تنفس مصنوعی را در اختیار غیرنظامیان قرار داده. <applause> کانادا و آمریکا توافق کردند که به جز داد و های تجاری در بقیه موارد مرزهای دو کشور به روی هم بسته باشد تا ویروس با افراد جابجا جا نشود. کارخانه های خودروسازی آمریکا قرار است که به مدت دو هفته تعطیل شوند. با اینکه دولت تلاش می کند با وعده های رنگین اقتصادی جلوی رکود را بگیرد اما هنوز بازارها به این وعده ها روی خوش نشان ندادند. مهمترین وعده هم ارسال چک های هزار دلاری به مردم نیازمند است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از چند ماه انکار تازه چند روزی است که بزرگی خطر ویروس را پذیرفته او تلاش می به مردم اطمینان دهد که اوضاع تحت کنترل است like تا امروز کسی چنین چیزی ندیده بود مثل جنگ جهانی دوم در زمانه ما باید همه فداکاری کنیم برای اینکه همه ما در این ماجرا با همیم همیشه دشمن نامرئی از هر دشمنی سرسختره اما ما این دشمن نامرئی رو شکست میدیم ما همه با همین کار رو میکنیم و حتی زودتر از اونچه که فکرش رو میکردیم به یک پیروزی کامل میرسیم در آلمان هم شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرده بسیاری را به یاد دوره جنگ جهانی دوم انداخته از جمله آنگلا مرکل صدر این کشور که گفته کمک می اثرات اقتصادی منفی این ویروس کم شود. lassen Sie mich sagen, es ernst. این ماجرا جدی است و باید جدی گرفته شود از زمان اتحاد دو آلمان و حتی از زمان جنگ جهانی دوم با چنین چالشی روبرو نبودیم که به کمک همه ما احتیاج داشته باشد در روسیه گرچه این کشور هم از اثرات سوء ویروس در امان نمانده اما غربی ها آنها را متهم می کنند که اخبار نادرست درباره این ویروس منتشر می کنند و قصد دارند بر نظرات مردم در کشورهای دیگر اثر بگذارند اما خطر ویروس کرونا در جهان جدی است در ایتالیا که آمار کشته ها مدام در حال بالا رفتن است فقط در یک روز 475 نفر جان دادند مردم خانه نشین این کشور اما سعی می کنند روحیه خود را بالا نگه دارند خب اینها از کرونا از جهان بود در گزارش از فرزانه در واشنگتن اما در ایران علی رضا رئیسی معاون وزارت بهداشت آخرین آمار دولتی مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران را اعلام کرد و بر اساس آن تا ظهر دیروز 1135 تن بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند که 147 تن از آنان در ظرف یک روز گذشته درگذشتند تازه های کرونا ایران را از فرین آسمی بشنویم حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 98 بدون ماسک او گفت دولتش درباره کرونا با مردم صادق بوده ما سی بهمن فهمیدیم که کرونا آمده یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبت این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدا به مردم اعلام شد ما یک روز تاخیر نکردیم با اینکه خب دوم اسفند انتخابات بود ما میتونستیم صبر کنیم سوم اسفند اعلام کنیم این کارو نکردیم دولت روحانی بعد از انتقادهای عمومی مبنی بر پنهانکاری درباره آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با های سپاه در مزان این اتهام قرار داشت که از شیوع کرونا در ایران مطلع بود اما پیش از تظاهرات سالگرد انقلاب 57 در 22 بهمن ماه آن را اعلام نکرد بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 17361 نفر به کرونا مبتلا شدند از این تعداد 1000 135 نفر جان خود را از دست دادند. 5710 نفر هم بهبود پیدا کردند. از جمله یک زن 103 ساله در سمنان. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس میگویند تعداد قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. افروز اسلامی که خود پزشک و خبرنگار صدا و سیماست در یک برنامه تلویزیونی به نتایج یک پژوهش دانشگاه شریف اشاره کرده و گفته اگر مردم رعایت کنند تا زمان مهار ویروس 120 هزار نفر مبتلا می شوند و 12 هزار نفر جانشان را از دست می دهند. بر اساس این تحقیق پیش بینی شده که اگر مردم همکاری نکنند چهار میلیون نفر به کرونا مبتلا شوند و سه میلیون نفر جانشان را از دست بدهند خانم اسلامی توضیح نداده که این آمار چطور محاسبه شده برای قطع زنجیره انتقال این بیماری این بحران را جدی بگیرید محمد رضا زفرغندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته شیوع کرونا هنوز به نقطه اوج نرسیده و خطر آن جدی است حسن روحانی پیشتر گفته بود ایران از نقطه اوج شیوع عبور کرده است یک اصول کاملا شناخته شده در تمام دنیا هست علی رزا رئیسی معاون وزارت بهداشت هشدار داده که اگر شهروندان رعایت نکنند ایران تا دو ماه دیگر هم با ویروس کرونا درگیر خواهد بود خودداری از حضور در خیابان و ارتباط افراد با یکدیگر از توصیه‌های او بود اما به نظر می رسد این هشدارها برای بعضی هنوز جدی نیست. به رغم همه هشدارها، بعضی از شهروندان تهرانی راهی سفرند تا یا تحویل سال نو را در کنار خانواده هایشان در شهرستان سپری کنند یا تعطیلات نوروز را دور از خانه باشند. <متحد> به نظر می رسد کرونا حالا حالا ها مهمان ناخوانده ایرانی هاست. شاید عید امسال کم رنگ تر از همیشه باشد اما امید به مقابله با کرونا در اشعار حاجی فیروز اینجا در رشت هم دیده می شود درباره سفرهای نوروزی که فرین آسمی می گفت در گذشتش میگفت در ادامه برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد و ما در همین حال دانشگاه صنعتی شریف ایران پژوهشی انجام داده که بر پایی آن اگر مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همکاری نکنند و کوید 19 لگام گسیخته بماند ممکن است در سراسر ایران 3.5 میلیون تن جان خود را از دست بدهند در اینجا در لندن هم کالج سلطنتی پژوهشی مشابه درباره وضعیت کرونا در بریتانیا و آمریکا انجام داده که بر پایه آن اگر اوضاع روال فعلی را داشته باشد انتظار میرود رود هزار تن در بریتانیا و بیش از یک میلیون تن در ایالات متحده به کام کرونا بروند از دکتر سهر مطلبی پز، پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت ساکن شهر مالمو در سوئد پرسیدم برای این پیش ها و به دست آوردن این برآورد ها از چه جور الگوهای بهره میبرند و چگونه این مدل ها را انتخاب می کنند برای پیش بینی مدل های بیماری ها اما 44 تا مدل مختلف وجود داره که تو 60 سال گذشته استفاده شده اینها در واقع از مدل های آم از آماری استفاده میکنن اون تو با در نظر گرفتن یه تعداد خیلی زیادی از فاکتورهای دیگه مثل مثلا فاکتورهای جمعیتی فاکتورهای انتشار بیماری فاکتورهای محیطی فاکتورهای حتی رفتارها حتی بعضی موقع اینکه انتشار خبر از طریق چه جور مدیایی صورت میگیره مثلا موقعی که دانشگاه شریف در ایران میگه که اگر تمهیدات لازم انجام نشه احتمالاً 3.5 میلیون ایرانی جان خود را از دست خواهند داد از شیوع این ویروس چطور مثلا سه و نیم؟ چرا مثلا چهار نیست چرا سه نیست بلکه سه میلیون اینو چطور مشخص میکنن اینا تو هیچ اشاره هم نکردن توی اون مقاله یا چه مقاله از چه مدل استفاده کردن ولی جالب اینجاست که هیچ کدوم از سناریوی که میدن شبیه اون ارقامی که متخصص های ایرانی حساب کردن بر اساس آگاهی و دانشی که از شرایط محیطی دارن یعنی اینی که دانش محلی داشته باشی بدونی فاکتورهای فرهنگی محیطی جغرافیایی این خیلی اهمیت داره این و یک کاریه که محاسبه ساده ریاضی نیست یعنی کار ریاضیدان نیست کار اپیدمیولوژیسته اینا باید خصوصیت جمعیتی رو هم بلد باشن و اونا رو بتونن درش مداخله بدن برای ایران اولین مدلی که در واقع اولین پیش بینی که انجام شد توسط دکتر امیر علی شاهی انجام شد از دانشگاه کارولینای شمالی و ایشون پیش بینی کرده بودن که اگر ما حداقل سی درصد جمعیت و حد اکثر در درصد جمعیت مثلا احتمالش هست توی بازه ای مبتلا بشن و ما اگر فقط اون حداقل رو در نظر بگیریم یعنی سی درصد یه میزان اطلاع کسانی که مبتلا خواهند شد از جمعیت ایران حدود 25 میلیون خواهد بود و از این 25 میلیون حدود 110 هزار نفر فوت خواهند کرد خب این اصلا حتی اگه ما فقط ما همون 8.5 میلیون جمعیت بالای 65 سالم در نظر بگیریم و یه در واقع محاسبات خیلی ساده هم انجام بدیم باز به رقمی نزدیک همین میرسیم به نظر میاد که این یکی از نزدیکترین مدل‌هایی باشه که ما داریم خب حالا خانم دکتر مطلبی ما این آمار رو این اعداد ارقام رو در دست داریم چه استفاده ای از نتایج این مطالعات میشه کلا این مطالعات خیلی اهمیت دارن یعنی اول اینکه به طور مشخص برای پیش بینی اپیدمی و نحوه انتشار بیماری ها اهمیت داشتن به این خاطر که دولت ها بتونن برنامه ریزی بکنن اگر یه اپیدمی اتفاق می‌افته و ببینن مثلا منابعشون چقدر منابع مالیشون منابع انسانیشون زیر سلامتشون مثل بیمارستان و اینا و بتونن پاسخ بدن مثلا این برای واکسیناسیون استفاده می و حتی تو بعضی از شرکت, شرکت داروی هم اینا برای ارزیابی میزان شیوع بیماری ها که بر اساس اون بتونن تولیدات خودشون رو به بازار محاسبه کنن عرضه کنن هم استفاده میشه این خیلی خیلی فرمولای مهم یا یعنی مخصوصا الان که خیلی سیاست گذاری و برنامه ریزی بر شواهد خیلی الان در واقع باب روزه و همه دولت ها سعی میکنن برای اینکه بهترین عملکرد رو با اون وجود و امکاناتی که دارند داشته باشن این مدل های پیش بیماری ها خیلی اهمیت داره که بتونن اینو کنترل بکنن یا حتی اگه بط... لازم باشه توان سیستم سلامتشون رو طوری افزایش بدن که میزان مرگ میر بیاد پایین این از این جهت دونستن این که ما با چه حجمی از بیمار مواجه خواهیم شد خیلی مهمه ما زیر ساختامون مناسب نیست و به همین دلیل مداخله خیلی مهمه الان مداخلاتی که باید انجام بشه مداخلات کلا توی سه محوره یعنی کاهش مواجهه که تردد رو باید کم بکنیم یعنی همون قضیه که فاصله بگیریم از هم دیگه و کاهش سرایت یعنی اینکه ماسک بزنیم سطوح تمیز بکنیم نظافت سطوح انجام بدیم و کاهش ابتلا یعنی اینکه دستامون رو بشوریم و از تجمع جلوگیری بکنیم نریم شرکت نکنیم تو تجمع و مراقب باشیم که مبتلا نشیم و اگر کسی مریض هست خودش رو ایزوله بکنه و بیرون نره دیگران رو مبتلا نکنیم این, خیلی اهمیت داره اگه ما این کارا رو انجام ندیم و مثل همین حالا به سمت شمال و جنوب کشور حرکت بکنیم در واقع به بستگان و فامیلامون که برای بازدید میریم داریم مرگ ساقات میدیم مخصوصا اونایی که سنین بالا دارن و اونایی که 65 سالن بالای 65 سالن تازه الان شرایط ایران خیلی فرق کرده برای اینکه مرگ و تو زیر 50 سال هم زیاده یعنی بین 20 تا 50 سال هم غیر از جمعیت متناظرش توی مثلا ایتالیا یا تو کره جنوبی یا توی چین خیلی بالاتره و این نگران کننده است واقعا مردم باید مشارکت کنن بله این هم صحبت ها و توصیه های دکتر سهر مطلبی بود پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت ساکن شهر مالمو در سوئد در ایران در این روزهای پایان سال هم ما شاهد نوعی ناسازه یا پارادوکس هستیم از یک سو هشدارهای پیاپی از هر طریق و رسانه به گوش میرسد طرح محدودیت برای ورود خودروها و حتی قربالگری و تبسنجی مبتلایان به ویروس کرونا جدید اعمال شده از سوی دیگر در بسیاری از جاده ها ترافیکی سنگین برقرار است آن هم در حالی که تلویزیون دولتی ایران میگوید به منظور قطع شیوع کرونا بسیاری از استانها و شهرها از پذیرش میهمانان نوروزی معذور هستند و مسافران را باز میگردانند این موضوع گفتگوی ماست با رسول نفیسی جامعه شناس از شهر وینا در آمریکا شب شما در آمریکا به خیر آقای نفیسی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران بزرگ گفته که نظر ها نشون میده که متاسفانه همچنان فعالیت ها جاری است و شب عید امسال با سال گذشته هیچ تفاوتی نداره در حالی که با شیوع ویروس کرونا اید باید متفاوت باشه امسال چرا به نظر شما مردم علا رقم تمام توصیه ها و آمار و ارقامی که نشون میده که چقدر خطرناک هست این شرایط باز هم ظاهرا با این خونسردی برنامه های شخصی خودشون رو دارن انجام میدن ببینید این اولا نمایشگر قدرت فرهنگ کوهن ایرانی است و اینکه این هزاران سال این روزها مردم به دیدن هم رفتند و با هم شادی کردند و دید بازدید کردند و از خونه خارج شدند این, این که خب یه قسمت اصلیشه دوم اینکه در مورد اینکه که اختار به مردم داده شده اختار کی داده؟ متاسفانه اختار سازمان هایی دادن که خودشون قبلا آبروی خودشون رو بردن با اطلاعات و اخبار بیپایه و به خصوص توجه بفرماید که برای مدتی برای شاید بیش از یک ماه دولت انکار میکرد این موضوع کرونا را و بعد هم نشون میداد که افراد که کرونا گرفتن میرفتن باشون صحبت میکردن تو بیمارستان میگفتن خوب شدیم و اصلا موضوع رو میخواست ناچیز جلوه بده کما که, که آقای روحانی میگو از شنبه همه جا باز میشه و یا آقای خامنه که در تلویزیون ظاهر شد و راحل نهایی رو گفت که برید صحیفه سجادی فلان دعا رو بخونید و مسئله حل میشه این کم اهمیت دادن مسئله و این عدم اهمیتی که کلا در فرهنگ حاکم فعلی هست نسبت به علم و نفی علم باعث میشه که مردم هم از اون متاثر باشن و در واقع اگر که بخوایم کنجکاوی بیشتر بکنیم باید برگردیم به حتی یک تفکر شبه آنارشیستی که در طرف حاکمت ایران در واقع رایجه و اون این است که به کلی آتش به اختیار و هر هر کار میخواد بکنه و هر هر ترتیبی میشه ام این است که اینا رو اهمیت دارن در این وضعیت هم از یک طرف شاهد با... این فارغبالی هستیم که بهش اشاره کردین خیلی مفصل آقای نفیسی ولی از طرف دیگه میبینیم که کسانی هم هستند که با وسواس بیش از حد خودشون رو قرنطینه کردن اصول بهداشتی رو با جدیت بیش از حد دنبال میکنن مثلا همه اقلام خریداری شده رو میگیرن ضد افونی میکنن میشورن آیا واکنش این افراد طبیعیه به نظر شما یا اینکه این افراد هم دچار نوعی وسواس یا ترس مفرد شده وسواس بعضی ها وسواس دارن که خب من شخصا میشناسم لاقل سه, سه،, نفر رو که بسیار اصابه این زندگی رو پر از جرم و میکروب و ویروس میبینن و این زندگی بسیار بسیار سختی دارن اون که به جای خودش ولی یه قسمتش هم فخر اجتماعی است بدین معنا که کسانی که خودشون رو برتر از دیگران فرض میکنن و نمیخوان که در تماس با اینها قرار بگیرن ما اینو مثلا در مورد هندی ها که رابطهشون دارن با فرض کنید که نجس ها یا مسلمان ها رابطه دارن با که لمس نکنن یهودی ها یا دیگران رو این ده. یک حالت فخر طبقاتی و دینی است این رو این رو باید بهش اضافه بکنم بله آقای نفیس اگه خیلی کوتاه پاسخ بدین به این سوال هم ممنون میشم که یکی دیگه از پدیده های جامعه شناختی این داستان کرونا در ایران حمله به درهای بسته حرم بود و پیشتر از اون لیس زدن زریه حرم یه نوع تمرد در برابر خطری که دنیا رو به سوتو آورده این روزا این ناشه از تعصب یا یک نوع آسیب جامعه شناختی دیگه این, 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 در واقع متاثر از این تأکیدی که روی امامزاده ها و مرد پرستی و این چیزها میشه ولی اه اه یه قسمت دیگه هم هست که بسیار میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن و بگن که ما حتی از پاپ هم کاتولیکتر هستیم و در مقابل دولت هم این, اقدامات رو میکنیم و خودشون رو به رخ دولت بکشن و به حکومت و شغلهای بالاتر بگیرن نمونهش آقای نقدی بود که با ابراز خشونت نسبت به نوری و دیگران خودش به دستگاه نشون داد و رفت بالا بنابراین این موضوع رو خصوص دقت داشته باشید شکستن در امامزاده یک چیز به کلی در فرهنگ ایران در فرهنگ شیعی جا نمیگیره به خاطر که در این فرهنگ به خصوص نسبت به شکستن در و خوردن این در به پهلوی حضرت فاطمه حساسیت وجود داره بنابراین چی شد که همین ها همین کاری که اینقدر تقبیح میکنند در فولکلور خودشون انجام میدن رسول نفیسی جامعه شناس در شهر وینای آمریکا سپاس فروان از حضور شما در چشم انداز بامدادی بی بی سی در این گفتگو با آقای نفیسی به گونه وارد حوزه نوروز هم شدیم چون بالاخره بسیاری از این سفرها طبق عادت قدیمی سیر سفر نوروزی هست که در ایام نوروز انجام میشه در حالی که نوروز امسال کرونا زده است و عادی نیست حالا از شما مخاطبان برنامه میخوام ببینم و بپرسم که برام بگین که در روزهای نوروزی چه برنامه هایی دارین خدای نکرده سفر میکنین یا اگر نه توی خونتون میمونین چه کار میکنین و همینطور میتونین پیام های نوروزیتون رو دیداری یا شنیداری ضبط بکنین برامون و از طریق تلگرام BBC شما در تلگرام به ما برسونین چه امید و انتظاری از سال 1399 دارین با هشتگ اید لطفا تا پیام هاتون قابل ردیابی باشه به این دست از پیام هاتون در برنامه ویژه نوروزی فردا رسیدگی خواهد شد دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی, بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی و هفتاد چهار و 22 22 و حالا چند خبر کوتاه از ایران در یک نگاه با نازنین جاوید مبوسلی که از خدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا بودجه سال 1399 را تایید کرده و به این ترتیب ای که اولین بار بدون تصویب در صحن علنی مجلس با حکم آیت الله ای به شورای نگهبان ارسال شده بود به قانون تبدیل شد. دلیل این اقدام تعطیلی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا اعلام شده. اما مشخص نیست جلسات شورای نگهبان با چه کیفیتی و با حضور چه تعدادی از اعضا تشکیل شده. شماری از اعضای این شورا از جمله احمد جنتی و محمد یزدی سن بالایی دارند دفتر آیت علی خامنه ای دلیل حذف استفتا درباره سفر را توضیح داده است این دفتر گفته استناد استفتا مربوط به سفر در این ایام به رهبر معظم صحت ندارد لذا از بخش استفتاعات پایگاه اطلاع رسانی دفتر حذف شد مشخص نیست اگر این استفتا مربوط به آقای خامنه ای نبوده چگونه در وبسایت او منتشر شده است و ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از قول یکی از سخنگویان صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که مذاکرات درباره درخواست تسهیلات 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران برای مبارزه با ویروس کرونا در جریان است با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن در بامداد پنجشنبه 29 اسفند 1398 نوزامی مارس 2020 نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه بانک مرکزی اروپا برای حمایت از یورو پول اروپایی در برابر فشار ناشی از شیوع ویروس کرونا طرحی را اعلام کرده که 750 میلیارد یورو ارزش دارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک قانون کمک اقتصادی اضطراری را امضا کرده که بر اساس آن اخشار مشخصی از کارمندان و کارگران در این کشور از تست رایگان کووید 19 و مرخصی با حقوق برخوردار خواهند بود. بنا به تازه‌ترین آمار رسمی مقام های بهداشتی ایران تا کنون 1135 تن در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند و گروه طالبان افغانستان گفته که اگر انتشار ویروس کرونا در افغانستان جدی شود خشونت ها را کاهش می‌دهد و با نهادهای مبارزه با کرونا همکاری خواهد کرد درباره همین موضوع آخری که گفتم طالبان و کرونا تا لذا دیگر گزارشی داریم به چیزی هم که تنش تازه میان تهران و کابل عنوان شده خواهیم پرداخت از تحریم های تازه آمریکا علیه دانشمندان هسته ایران هم خواهیم گفت و به پیشواز نوروزم هم حتما میریم بعد از بازگشت از 102 سال پیش زمانی که شوی یک بیماری دیگر جان 50 میلیون تن را گرفت یادم میاد که امم کنار رخت خوابم ایستاده بود به من نگاه میکرد نگران <تصالان> بود چون پدرم از این بیماری درگذشته بود از اون همه خطرات جنگ جام به سلامت برده بود مثل خیلی دیگه ولی به خونه برگشت و به آنفولانزای مبتلا شد که خطرناکتر از جنگ عذاب در اومد شاهد این این هفته تا حدود 15 دقیقه دیگه با ما خواهد بود ببینید تا با هم باشیم اما در افغانستان آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا همچنان 22 تن است اما به نظر می رسد از شر کرونا خیلی هم به مردم افغانستان برسد چون گروه طالبان گفته که اگر انتشار ویروس کرونا در افغانستان جدی شود خشونت ها را کاهش داده و با نهادهای مبارزه با کرونا همکاری خواهد کرد پیشتر اتحادیه اروپا گفته بود که برای مقابله با کرونا در افغانستان باید آتش بس برقرار شود ریاست جمهوری افغانستان از این طرح اتحادیه اروپا استقبال کرده و گفته که از هیچ اقدام کرونا زدایی و برقراری آرامش فروگذار نخواهد کرد جزئیات بیشتر از نصیر بهزاد در کابل گروه طالبان میگوید در ساحات تحت کنترلشان تدابیر وقایع از کرونا گرفته شده و اگر شیوع آن گسترش یابد حتی عملیات هایشان در برابر نیروهای امنیتی افغان را کاهش میدهند کرونا ناروغی په اړه اسلامی امارت خپل توجه په سیمو کې کنټرول لاندې این زبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان است که در صحبت با بی, بی سی گفت برای مؤسسات و نهادهای مبارزه با کرونا زمینه فعالیت مساعد می کرونا مگر تکامل زمین سازی کو و از اداریه مؤسسات و کمیسیون از سوی دیگر سحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیروهای امنیتی افغان را مسئول تداوم خشونت ها میداند که به گفته او قطارهای اکمالاتی آنها در تلاش عبور از ساحات تحت کنترل این گروه است. تا حالا شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 22 نفر رسیده. صدها آزمایش تا کنون صورت گرفته که نتایج تعداد زیاد آن منفی تثبیت شده است در حال که شیوع کرونا به تهدید جهانی تبدیل شده ولی در افغانستان به دلیل تداوم خشونت ها کمتر مورد توجه بوده و نگران ها در حال افزایش است رونالد کوبیا فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان خواسته آتش بست کنند که به گفته ای او این امر از سوی دولت افغانستان استقبال شده است درانه وزیری از سخنگویان ریاست جمهوری می گوید با توجه به نگرانه های مردم آتش بس در امر مبارزه با کرونا و آوردن صلح کمک می کند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تدابیر و اقدامات ویژه را جهت مبارزه با ویروس کووید 19 اتخاذ نموده است که آتش بس هم می تواند زمینه را برای دسترسی به خدمات عامه و همچنان مهار ویروس کووید 19 و تسریع روند صلح فراهم کند. سه هفته پیش موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان به امضا رسید که در آن بر کاهش خشونت ها تاکید شده است وزارت داخلی افغانستان که هفته گذشته هر روز آمار حملات طالبان را منتشر می کرد حالا در مورد سطح خشونت ها تبصره نمی کند نصیر بهزاد از کابل گزارش میداد و بازم هم از افغانستان منابعی به بی بی سی فارسی از تنش دیپلماتیک میان ایران و افغانستان و اخراج متقابل چند دیپلمات خبر دادند وزارت خارجه ایران آن را جا به جایی معمول خوانده و افغانستان میگوید روابط دو کشور عادی است این منابع که نخواستند در گزارش از آنها نام برده شود گفتند که در روزهای اخیر ایران و افغانستان اقدام به اخراج تعدادی از های یکدیگر کردند در این باره ساعت پیش گفتگویی داشتم با شریف ولید از برنامه های بی بی سی برای افغانستان و نخست پرسیدم بالاخره اتفاقی که افتاده اخراج متقابل دیپلمات هاست یا جا به جای معمول دیپلمات ها میان تهران و کابل خوب داریوش هنوز هم طرف افغانستان و هم طرف ایران با طور رسمی تایید نکردن که این دیپلمات ها در واقع از کشورهای افغانستان و ایران اخراج شدند ولی منابع گفتند که چون این کاری صورت گرفته و تا هنوز شاید به خاطر اون نزاکت های دیپلماتیکی که وجود داره در موردش از طرف جانبین تایید صورت نگرفته آیا میتونی جزیات شو که چه تعداد از دیپلمات ها بین تهران کابل اخراج شدند یا آنطور که خودشون میگن جا به جا شدند خب بر اساس اطلاعاتی که از اون منابع اخراج شده در مورد دو نفر دیپلمات از ایران و همچنان دو نفر دیپلمات ایرانی اخراجشون از افغانستان صحبت شده حالا اگر بر مبنای صحبت های منابع بی بی سی بگیم که گفته میشه اونطور که منابع بی, بی میگن این دیپلماتها ها متقابلا اخراج شدن چه چیزی میتونه باعث تنش یا مایه تنش شده باشه بین تهران و کابل در این روزها در ارتباط با مسئله حمله با قاسم سلیمانی هم به اصطلاح اختلاف لفظی یا تنش لفظی بین از اینا صورت گرفته بود که ایران گفته بود که سفیر ایران در کابل گفته بود که مسئله تصمیم گیری حمله به پایگاه های آمریکایی در داخل افغانستان با ارتباط به تهران میگیره اه. چون قبلا گفته شده بود که ایران در واکنش به کشتن آقای سلیمانی ممکنه که پایگاه, های امریکایی را در افغانستان مورد حمله قرار بده بعد این و انتخابات اعلام انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری همه از اینها به اصطلاح یک مقدار موارد مورد اختلاف بین در مسائل دیپلماسی بین دو کشور شده همین راج به و... انتخابات که انتخابات جنجالی افغانستان که بهش اشاره کردی میدونیم که درستی که سفیر ایران در کابل در مراسم تحلیف آقای غنی حضور نداشت ولی بعد از اون سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیچ موضع خاصی در قبال نتایج انتخابات افغانستان نداره خب خود از این در واقع یک نوع موضع گیری هست که مطابق با میل دولت افغانستان به خصوص دولت برهبری آقای غنی نیست به این خاطر است که این اختلافات ممکنه منجر به اختلافاتی شده باشه که امون گونه که منابع گفتن دولت افغانستان سفیر ایران در کابل اظهار کرده باشه و مراتب نخوشنیدی خود را از او بیان کرده باشه با شریف ولید صحبت میکردم. آمریکا نام دانشمندان هسته تحریم شده ی ایرانی را منتشر کرده در حالی که مقام های ایرانی و چینی و همینطور برخی چهره های دموکرات در آمریکا خواهان تعلیق تحریم های ایران به خاطر شیوع کرونا هستند دولت دونالد ترامپ تحریم های تازه ای را بر سر برنامه هسته ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین بیانیه خود نام پنج تن از افراد تازه تحریم شده را اعلام کرده که میگوید متخصصان هسته طرح آماد بودند اسرائیل و آمریکا ایران را متهم کردند که تا پیش از سال دو 2004 میلادی یعنی 16 سال پیش با اجرای یک طرح محرمانه به نام آماد در پی تولید سلای هسته‌ای بوده و ایران این ادعا را بارها رد کرده است. کامبیز فتاهی از واشنگتن در این باره گزارشی دارد. مایک ما پمپ او روز سه‌شنبه این هفته بدون ذکر نام از تحریم پنج دانشمند هسته‌ای خبر داده بود. وزیر امور خارجه آمریکا حالا اسامی این افراد را اعلام کرده. محمد مهدی هدوی، کامران دانشجو، عارف بالی لاشک، مهدی تهرانچی و علی مهدی پور عمرانی به گفته آمریکا در گذشته در برنامه هسته‌ای موسوم به آماد فعالیت داشتند. برنامه ای که اسرائیل دو سال پیش مدعی شد هزاران فایل سری مرتبط با آن را از ایران به سرقت برده و در اختیار آمریکا هم گذاشته. این در حالی است که ایران با رد آن ادعا بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تاکید دارد. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه تازه اش افرادی که در برنامه های نظامی حساس ایران فعالیت می کنند هشدار داده که از خطرات مالی و پیامدهای فعالیت های خود برای اعتبارشان آگاه باشند. واشنگتن که بر ادامه ختمش فشار حداکثری بر تهران تاکید دارد حالا چند شرکت عمدتا غیر ایرانی را هم به دلیل ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران به فهرست تحریم ها اضافه کرده از جمله شرکت های چینی، هنگ کنگی و آفریقای جنوبی همینطور شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ایران که به گفته واشنگتن به فعالیت های بی ایران در منطقه کمک می کند. ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران همزمان با همهگیری جهانی ویروس کرونا و افزایش قربانیان آن در ایران اما انتقاد از دولت آمریکا را به دنبال داشته از جمله دولت چین که خواهان لغو این تحریم ها شده در آمریکا هم سناتور برنی سندرز یکی از دو نامزد ریاست جمهوری در رقابت های درون حزبی دموکرات ها گفته که تحریم ها نباید به یک فاجعه انسانی شیوع کرونا در ایران دامن بزند سناتور سندرز روز چهارشنبه در شبکه توییتر خواهان لغو تحریم های مالی علیه ایران شد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام ویدیویی خود به مناسبت فرارسیدن نوروز خطاب به ایرانیان در سراسر جهان گفت هر ایرانی که برای مبارزه با تحریم و کرونا تلاش کند ایرانی و خودمانی است. آقای ظریف گفته آمریکا سعی می کند که با تحریم ایران را به جزیره محصور در اقیانوسی از تهدیدها و رنجها تبدیل کند همتای آمریکایی آقای ظریف اما میگوید واشنگتن آماده کمک بشر دوستانه به ایران است اما به شیوه که نگذارد هیچ بخشی از این پول به گفته آقای پمپئو به دست تروریست ها بیفتد کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش میداد حالا فرصتی داریم که به پیام های بیشمار شما بپردازیم شهرام در تلگرام نوشته که کرونا به نسل بشر ثابت کرد که ضعیف از آن است که زمین را در کنترل خودش داشته باشد و باید به مادرمان زمین احترام بگذاریم تا ما را در امنیت و سلامت در دامان خود بپروراند اشکان نوشته که حسن روحانی خالی نشدن قفسه های فروشگاه های ایران در مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا را قابل افتخار قلم داد نمود اما به این موضوع اساسی اشاره ننمود که اکثریت شهروندان ایرانی فاقد پسنداز و قدرت خرید انبوه اجناس فروشگاه ها هستند در همین مورد بهنام نوشته که لطفاً بی بی سی فارسی سفیر انگلیس در ایران را توجیه کند که اظهار نظرش باعث شد مسئولین مرتبط آن را مرتب تکرار کنند و بگویند که بر سر ما بکوبند بر سر ما که ببینید سفیر انگلستان چه گفته و خدا را شکر کنید در حالی که اگر قفسه های دستمال در ایران پر است دو دلیل دارد تفاوت فرهنگی در تالت رفتن دوم وضع اقتصادی نامناسب که باعث می شود مردم ایران نتوانند مایحتاج خود را به صورت کلی و زیاد بخرند اشاره کرده به عکسی که در شبکه های اجتماعی سفیر بریتانیا در تهران چاپ کرده بود منتشر کرده بود در واقع که نشون میداد که قفسه ها پر از کاغذ توالت هست بهرام نیش که متاسفانه برخی از مردم ایران انسان های بسیار تجربی و شهودی هستند به این معنا که تا اتفاقی برای خودشون نیفته به هیچ وجه قانه نمیشن این ریشه تاریخی فرهنگی داره این در حالی است که بشر به سمت روش های مبتنی بر پیش و تخمین گام برمیداره و از فیسبوک هم بخونم از مثلا بهداد که گفته آرزوی شادی و سلامتی در این روزها برای همه کرده روزهای نچندان خوش حبیب گفته امید از تمام مردم این مریضی یعنی کووید 19 رو جدی بگیرند فیزی گفته کرونا جنگ جهانی سوم دنیاست و باید جدی گرفت شاهین هم گفته چرا مردم ایران به فکر سلامتی خود نیستند و نمیفهمند که این ویروس بسیار خطرناک است علی رزا نوشته که آقای روحانی به جای پنهانکاری بیشتر بهتر بود 14 روز کشور را قرنطینه کامل می کردند و مبتلایان شناسایی کامل می شدند و امید برای ریشه کن کردن این ویروس کرونا حالا حالا ها وجود ندارد به نظر علی رضا افشین میگه وضعیت اروپا شده تقریبا شبیه وضعیتی که ایران سه هفته پیش داشت نگرانی ها داره روز به روز بیشتر میشه هم از سوی مردم و هم از سوی دولت ها فرقش فقط اینه که در اروپا تدابیر بهداشتی درمانی و امنیتی بهتر هست بهتر بهتری رو دیدند البته مثل همه جای دنیا به نظر افشین نگرانی ها متفاوته باز هم البته تلاش میکنم که برگردیم به پیام های شما فعلا بریم سراغ ورزش <applause> خبرهای ورزشی امروز رو از نشستی آغاز میکنیم که لیگ برتر فوتبال انگلستان برگزار کرد. موضوع طبق انتظار کرونا است. پوریا جافره. یه توضیح سریع بدم که سازمان لیگ برتر فوتبال انگلیس از بقیه لیگ های انگلستان جدا هست و همینطور از فدراسیون فوتبال این کشور هم مستقله به نظر که در پایان این جلسه بازی هایی که متوقف شدن به خاطر شوی بیماری کرونا قراره که هر موقع که این بحران پشت سر گذاشته بشه از سر گرفته بشن و حتی اگه که حضور تماشاگران مسئله باشه پشت درهای بسته مسابقه ها انجام بشن و اینجوری منصفانه ترین حالت برای اینکه نتایج این لیگ مشخص بشن فقط بحث ایمنی از کرونا نیست شبکه های تلویزیونی اسکای و بیتی سپورت که تقریبا میشه گفتش که مخارج این باشگاه ها رو تعمین میکنن ممکن بود که نزدیک 750 میلیون پوند پس میگرفتن از تیم که باعث میشد که بعضی از تیم مجبور بشن که افراد خودشون رو اخراج بکنن و البته الان یه مسئله دیگه که هست اینه که اکثر قراردادهای بازیکنهای فوتبال در خورداد ما به پایان میرسه و بعد ببینن که از نظر حقوقی چجوری میتونن این قراردادها رو تمدید بکنن چون اینطور که پیداست با عقب افتادن جام ملت‌های اروپا به سال آینده اون فرصتی که برای تکمیل این لیگ ها هست به وجود اومده و میشه که یک نتیجه جدی گرفت که در پایان فصل ببینن چه تیم هایی صعود میکنن سهمیه میگیرن قهرمان میشن یا یعنی اینکه به دسته پایین تر میرن خب خوشبختانه همه خبرها نامید کننده نیست پوری یا از خبرهای خوبم برای اون بگو قبلا شنیده بودین که کریستیان رولاندو هتل خودشو تبدیل کرده به بیمارستان برای بیمارهای کرونا الان یه خبر جالب دیگه که اومده اینه که رومن آبرامویچ مالک روس میلیاردری که باشگاه چلسی رو در اختیار داره تصمیم گرفته که هتل ملینیوم در نسلی که باشگاه چلسی رو برای پزشکا پرستاران و افرادی که توی سرویس بهداشت ملی بریتانیا کار میکنن در نظر بگیره در نزدیکی استادیوم چلسی دو تا بیمارستان عمده لندن وجود داره و خیلی از افرادی که اونجا کار میکنن مجبور هستن که حالا شیفتای طولانی سر کار بمونند و دیر به خونه های خودشون میرسن بنابراین با گرفتن اون هتل و دادن مخارج اونها آبرامویش تا حدی داره کمک میکنه گری نویل بازیکن سابق منچستر یونایتد هم در یکی از هتل های خود شرکت مشابهی رو انجام داده اینها کارهایی هستش که افرادی که در ورزش وجود دارن یا پول زیادی رو از این طریق به دست آوردن دارن یه جورایی سهم خودشون رو ادا میکنن در این بحران کرونا این هم از خبر ورزشی بود از پوریا جافره بازم چند تا طبق وعده در واقع پیام شما رو میخوام بخونم از تلگرام امید نشه که کرونا ثابت کرد که آتش به اختیارهای وطنی به مراتب از طالبان و داعش متحجرتر و خطرناکترند این رو امید میگه علی رضا که مشکل کار اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی چهل سال در تلاش بوده است که این شعار را جا بیاندازد که من ایرانی ام آرمانم شهادت است حالا در مورد کرونا تناقض پیدا میکنه و نمیدونه که به حرم لیزها به نظر او محکم بیسته و چه بگه بی ان که بعدا خودش رو شرفی معرفی کرده میگه که در خصوص بیماری ویروسی کرونا چند روز پیش که به داروخانه رفته بودم متاسفانه مردم با توجه به اینکه کرونا داروی خاصی نداره اقدام به خرید انواع داروهای ضد ویروس میکردن حتی برخی داروی ویروسی ضد تبخال رو نیز میخریدن و وقتی ازشون سوال میکردم که چرا این دارو میگفتن همین ضد تبخال طیف وسیعی از ویروس ها رو میکشه و برای درمان حتی ایدز هم کاربرد داره خلاصه مردم بی هدف و به صورت کور اقدام به خرید انواع داروهای ضد ویروس میکنن و با خالی شدن ها از دارو شدن این رو شرفی گفته فردین نوشته من فقط امیدوارم سال جدید پایانی بر این دردهای بشر در دنیا باشه و مردم دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند که فکر کنم آرزوی همه ما باشه در سالی که پیش رو داریم و ما دنیا فعلا پر از حرف و حدیث کرونا است بگونی که برخی از این برخی در این روزها در واقع اون رو با 102 سال پیش مقایسه میکنند با زمانی که زکام یا آنفلانزای اسپانیایی جهان را در و جان بیش از 50 میلیون تن را گرفت در بایگانی بی بی سی فارسی یک برنامه شاهد عینی داریم که به همین موضوع بدترین مورد گیری یک بیماری در صدی بیستم میلادی اختصاص دارد. I went to bed. رفتم که بخوابم تو عمرم انقدر احساس ناخوشی و بیماری نداشتم اجزای بدنم به شدت درد میکرد یادمه که احساس خستگی مفرت و تب شدید داشتم آلستر کوک روزنامه‌نگار بریتانیایی که بعدا با برنامه نامی از آمریکایش در رادیو بی بی سی شناخته شد در پاییز 1918 ده ساله بود که آنفلانزا گرفت او در مصاحبه ای با بی بی سی در سال 2004 از آن تجربهش گفت What I now recall most vividly is the fact that my mother چیزی که به وضوح به یاد دارم اینه که مادر من زنی از شمال با خونه ایرلندی در اون روزها با من بسیار مهربون بود مردم شمال چندان خونگرم نیستن خیلی مایل نیستن عواطفشون رو به نمایش بذارن به آغوش بگیرن و ببوسن ولی طی اون چند روز شاید چهار یا پنج روزی که من تب داشتم مادرم به حدی نگران بود که مشفق و مهربون شده بود چون نگران بود که من مبتلا به آنفولانزای همهگیر شدم ایدا داروین هفت ساله بود که پدرش پس از پرستاری سربازان در یک بیمارستان نظامی آنفلانزا گرفت و بیماری به همه اعضای خانوادهش سرایت کرد. <applause> یادم میاد که عمم کنار رخت خوابم استاده بود به من نگاه میکرد. نگران بود چون پدرم از این بیماری درگذشته بود. از اون همه خطرات جنگ جان به سلامت برده بود. مثل خیلی های دیگه ولی به خونه برگشت و به آنفولانزایی مبتلا شد که خطرناکتر از جنگ عذاب در اومد. آلستر و ایدا فقط دو تن از میلیون ها نفر در سراسر جهان بودند که به بیماری موسوم به آنفولانزای اسپانیایی مبتلا شدند. هرچند عنوان آن گمراه کننده بود. مارک هانینگز باوم پژوهشگر بنیاد ولکام در دانشگاه ملک مری لندن است او کتابی هم درباره همهگیری 1918 نوشته با عنوان زندگی با انزا. چه <applause> تصمیه آن فرانس اسپانیایی این بود که بعد از آغاز همهگیری بیماری خانوادی سلطنتی اسپانیا و افراد متشخص دیگه در رسانه های اسپانیا پوشش گسترده ای داشت. در این زمان بیماری در بخشهای های دیگه اروپا هم شیوع پیدا کرده بود از جمله در بریتانیا ولی چون بریتانیا در حال جنگ با آلمان بود و در داخل کشور رسانه ها سانسور می شدن، گزارش چندانی در این مورد منتشر نشد. موج اول آنفلانزا در بهار 1918 به احتمال قریب به یقین نه از اسپانیا بلکه از آمریکا آمده بود. اولین گزارش ها درباره ابتلا به بیماری شبیه آنفلانزا از یک اردوگاه نظامی آمریکا در کنتاکی می اومد. در واقع میشه موارد ابتلا به آنفلانزا رو ردیابی کرد که منشأش همون نیروهای آمریکایی بودن. اونا قاعدتا جوانای روستایی 18 ساله‌ای بودند که برای آموزش نظامی به اردوگاه فونستن رفته بودند. بعد اونا با کشتی های نظامی به شهر بندری بردو در فرانسه رفتن. بعد از اون بود که ویروس در بین سایر نیروهای آمریکایی در شمال فرانسه هم شیوع پیدا کرد. رای گریست پزشک آمریکایی در یکی از اردوگاه های ارتش در ماساچوست بود. او وضعیت را در نامه‌ای به دوستش چنین توضیح داده. همه گیری حدود چهار هفته پیش آغاز شد و به سرعت جلو رفت به حدی که باعث تضعیف روحیه در اردوگاه شده و ورود کارگران معمولی به اردوگاه ممنوع شده تا زمانی که اپیدمی بگذرد اول مبتلا به چیزی میشوند که شبیه گریپ یا آنفولانزا است و وقتی به بیمارستان میروند به سرعت گرفتار بدترین نوع سین پحلو می میشوند که همانندش جای دیگری دیده نشده دو ساعت بعد از ورود به بیمارستان روی گونه هایشان نقاط قرمز پیدا می شود. چند ساعت دیرتر می بینی که در ناحیه گوش نشان سیانوز یا کبودی ظاهر و روی صورت پخش می شود. طوری که دیگر یک مرد رنگین پوست را از سفید پوست نمی شود تشخیص داد. چند ساعت طول نمی کشد که بیمار می میرد. پیش از مردن دچار خفگی می شود وحشتناک است می شود صحنه مرگ یک دو یا حتی 20 نفر را تحمل کرد ولی وقتی می بینی که همه این بیچارا یکی پس از دیگری مثل پشه جان میدهند دهند به هم می ریزد وقتی که نیروهای آمریکایی ویروس انفلانزا را با خود به فرانسه بردند آن به میدان جنگ علیه آلمان هم راه یافت و در شرایط وحشتناک خندقهای جبهه غربی شیوع پیدا کرد و فراتر رفت البته در اون زمان به خاطر جنگ مردم زیادی جا می شدن. فقط نیروهای بریتانیایی نبودن که بین کشور خودشون و فرانسه رفت آمد می کردن. یا فقط فرانسویا نبودند نبودن که از بخشهای های دیگه کشورشون به شمال فرانسه می انبوهی از کارگران هم بودن که از کشورهای مشترک المنافع مثل هند و کشورهای دوردستی مثل چین به منطقه می اومدن. زمان کوتاهی بعد از شیوع ویروس آنفولانزا در های نبرد شمال فرانسه همین افراد اون رو به کشورهای خودشون بردن. این نوع آنفلانزا بدتر از انواع دیگر بود. برخلاف آنفلانزای موسمی که بیشتر برای کودکان و سالمندان خطرناک است، در برابر این یکی جوانان آسیب پذیرتر بودند. آرنولد ریدلی، هنرپیشه انگلیسی، زمان شیوع ویروس در تئاتری در شهر بیرمنگام انگلستان کار می کرد او در گفتگو با بی, بی سی در دهه 1950 از آن روزگار یاد کرده. من یکی از اولین کسایی بودم که مبتلا شدم در بیرون ایستگاه راهن قش کردم و افتادم با تاکسی منو به خونه بردن که اجاره میکردم صابخونم نزدیک من نمیومد یک استکان شیر ته دهلیز میذاشت و ازم میخواست که برش دارم پزشک معالجم گفت که بهتره به خونم در شهر باز برگردم تا کسی ازم مراقبت کنه در باز حالم بهتر شد ولی نمیتونستم بیشتر از اون در خونه بمونم تئاتر شدیداً به من نیاز داشت. علیرغم رغم مخالفت مادرم به میرمنگان برگشتم. دو نفر از کارمندان تئاتر مرده بودند و تعداد زیادی هم بیمار. ولی ما موفق شدیم پرده صحنه رو باز نگه داریم. یک بازیگر در یک نمایشنامه نقش چند نفر رو بازی می‌کرد. من در یک نمایشنامه نقش هفت نفر رو بازی کرده بودم. موج دوم و مرگبارتر آنفلانزا در اواخر 1918 از راه رسید و در سراسر جهان پخش شد. سرپرستار بیمارستانی در کیپ تاون آفریقای جنوبی در نامه‌ای به روزنامه تایمز لندن وضعیت آنجا را اینگونه توصیف کرده بود. شش هزار نفر ظرف دو هفته جان دادند. کیپ تاون به شهر ارواح تبدیل شده بود. عرابه های سرپوشیده بزرگ از کوچه به کوچه می گشتند و اجساد را جمع می کردند. مغازه ها بسته شدند، قطارها و ترام ها از حرکت باز ماندند، تاعترها و کلیساها همه خالی بودند و بسته، شبیه تا اون بزرگ لندن شده بود. حتی یک کشیش هم پیدا نمیشد که مراسم خاک سپاری را انجام دهد. در قبرستان بزرگ در ده کیلومتری کیپ تاون کسی نبود گور بکند. دوستان و بستگان گور عزیزان از دست رفتهشان را می کندند. آنها هم به اندازه ضعیف بودند که عمق گورها کمتر از یک متر بود. و تا میرفتند جسد دوستشان را در گور بگذارند افراد دیگر پیش دستی می کردند و جسد کسی دیگر را درون حفره پرت می کردند و دعوا راه میافتاد صحنه های وحشتناکی بود برآورد شده که تا پایان همهگیری آنفلانزا در سال 1919 بیش از 15 میلیون نفر در سراسر جهان جان دادند این تعداد بیشتر از شمار کشته شدگان جنگ جهانی اول است ولی آنطوری که مارک هونینگز بام میگوید توجه تاریخ نگاران به همگیری آنفلانزای اسپانیایی کمتر بوده. The First World War was a war of national identity. جنگ جهانی اول جنگ هویت ملی بود از تلاش های ها در اون کارزار به عنوان قهرمانی تجلیل می و تعداد کشته شده ها در این جنگ در رسانه ها باستا به گسترده ای داشت مثلا در روزنامه تایمز لندن در ماهای سپتامبر و اکتبر 1918 فهرست اسامی کشته شده های جنگ رو می بینید و این یک امر معمولی بود ولی از فهرست قربانیان فلانزا خبری نیست فکر میکنم به این دلیل که مردن بر اثر فلانزا قهرمانی محسوب نمیشد و خانواده های قربانیان در خلوت سوگواری میکردند right. شیوع آنفلانزا سریع و گذرا بود ناگهانی و فراگیر بود نگران کننده بود و ناگهان هم رفت و یه سال بعد دیگه تقریبا فراموش شده بود صدای آلستر کوک بود در پایان شاهد عینی این هفته درباره آنفلانزای اسپانیایی دقیقا دو سال پیش بود که این شاهد عینی رو ترجمه کرده بودم در مورد آنفلانزای اسپانیایی که دقیقا 100 سال شده بود در سال 2018 میلادی جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا که این ساعت جهان شد شمال دم مشکین نفس گشت سبای گرم رو انبر فشان شد تو آب خزر و آب کوسر زهر سوی چمن جویی روان شد این هاست که قرار فردا حادث بشه به قول عطار نیشابوری ویروس کرونا هم از آسمون هم به نوروز کار خودش خواهد کرد میاد دنیا رو باز آفرینی میکنه زیباتر میکنه به خدا خلاص نوروز داره در خونه هامون رو میکوبه فردا ساعت 7 تا 19 دقیقه 7 ثانیه به وقت تهران 8 تا 19 دقیقه کابل و 8 تا 49 دقیقه به وقت دوشنبه نوروز با ماست به مناسبت با چشم انداز بامدادی ویژه داریم که همون سر ساعت خودش آغاز میشه و برای دو ساعت هم ادامه خواهد داشت با شما خواهیم بود چشم به راه پیام های دیداری و شنیداری نوروزیتون هستم یک هایی که شما با هشتگ اید لطفاً به بی بی سی شما در تلگرام برامون بفرستین البته نوروز امسال اونطور که بارها گفتیم نوروز عادی نیست ویروس کرونا نوروز امسال رو از رنگ و نمای معمولیش انداخته دیگه از سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها و بازار شب عید و این بساط خبری نیست البته اگه به توصیه های مکرر توجه بشه که برای جلوگیری از گسترش کرونا باید هم همینطور بشه پس خوبه در گوشه گرم و راحت خونتون بمونین و چشم انداز بامدادی بی بی سی رو تماشا بکنین با ما باشین دیگه چه میشه کرد میتونم از همکارم محمد سبایی که حالا اومده خبرهای بخش دوم چشم انداز بامدادی رو بخونه و فعلا فرصت داریم که این صحبت رو داشته باشیم با محمد که خب ببینم در واقع بیشتر در گفتگو با آقای نفیس رسولی جامعش. رسول نفیسی منظوره ببخشید رسول نفیسی <applause> خوبه که اینجا بود اصلاح کردی گفتیم که چقدر این سفرهای سال نو در ایران نگرانی ایجاد کرده اینجا در بریتانیا هم همینطوره خیلی توصیه میکنن که به جای نریم و سفر نکنیم کمتر تماس داشته باشیم چه کار میخوای بکنی حقیقتش اینه که توی لندن و توی خیلی از کشورهای دیگه همه ایرانی و افغان ها جمع میشن حتی تاجیک ها برای سال نو ولی امسال خیلی از این برنامه ها کنسل شد خیلی از خانواده ها گفتن نمیریم خود ما چند از این برنامه ها میخواستیم بریم کنسل کردیم دقیقا دید و بازدید های همینجا هم کنسل شده و خیلی ها با وجود دقیقا دعوتی از قبل کرده بودیم عذر خواستن زنگ زن و عذر خواستن خب موقعی که مدارس داره توی این مملکت تعطیل میشه موقعی که نخست وزیر کشور میگه تجمعات بیش از ده نفر نکنید خب مسلم که اینم باید چی بشه حالا خودتو بذار توی ایران حالا برگش مثلا تصور کنید در ایران باشی در همچین وضعیتی چی کار میتونی بکنی؟ حقیقتش اینه که فکر میکنم با دقیقت پیشرفت تکنولوژی امروزه درسته که نوروز قشنگیش بینید که بریم در خونه هم دیگه بریم با هم دیده بوسی کنیم بریم سال نو رو با هم دیگه نوترش کنیم ولی شاید در این موقعیت با این وضعیت ویژه که ما هم تنها نیستیم چینی هم سال نوشون رو در ترس و حراس کرونا شروع کردن ده. و اونها هم خیلی از این چیزها رو نداشتن ما میتونیم با مثلا این نرم افزارها و ابزارک هایی که تصویری دیداری هستن رو موبایلمون اه. مثل حالا اسم نمیارم بی خودتون بهتر میدونید با اینها به دیدنی همدیگه بریم خب این هم از سوسیای همکار محمد سواهی بود که کاملا باش موافق هم با یک ترانی نوروزی شاد کردی این ساعت از چشمنداز بامدادی بی بی سی رو میبندیم به همراه محمد سواهی من داریش رجبیان از همراهی تک, تک شما سپاس thank <music> you